برای گفتگو بیشتر همراه میشیم با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از ترکیه. آقای کاظمی، پیشتر که راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم، اشاره کرده بودیم که همین عمادی که حرفش شد بازجوی شما هم بوده، دیدم در توییتر اتفاقا باز هم با شما یکی به دوی داشته بود. اما مسئله اینه که این پرونده سازی ها رو تلویحی ضمنی به هر شکلی میپذیرن و راجع به صحبت میکنن. درود بر شما، دقیقا همینطوره. من به خاطر اینکه یه خورده موضوع روشن‌تر بشه، با اینکه ابا دارم از اینکه ماجرا رو شخصی بکنم، ولی به عنوان مثال میخوام یک مثالی براتون بیارم. در همون یک که به دوی توییتری که شما فرمودید، این آقای عماد اومده بود برای من رو متهم کرده بود به اینکه فردای کشته شدن قاسم سلیمانی با عده‌ای از دوستانم در کافه‌ای در تهران مشغول شادی بودیم، در حالی که من اون موقع زندان بودم و اتفاقا در زندان با عده‌ای از دوستان مشغول شادی بابت کشته شدن قاسم سلیمانی بودیم. همه پرونده سازی هاشون همین گونه است، یعنی کسی که اصلا در اونجا حضور نداشته براش پرونده سازی میکنن و متهمش میکنن. در این فایل صوتی به نقش این فرد، به نقش سید پویان حسین پور اشاره میشه و خب بعد از اینکه نوشین جعفری بعد از 2 سال که در زندان مونده، با پرونده سازی همین افراد که برای خوشایند مقامات بالاتر، دریافت منفعت مالی، رانت جایگاه بیشتر، این اتفاق براش افتاده، شهادت میده مجددا بعد از 2 سال که این پرونده سازی انجام شده. اما روش های این پرونده سازی بسیار عجیبه. اون چیزی که در انتصاب اکانت ها در توییتر میبینیم و در فضای مجازی بخشی از ماجراست، اما بخش بزرگترش که اصلا ساختار بازجوییه اینه که اصولا این افرادی که کارشون، شغلشون پرونده سازی برای دیگرانه، میان یک اتهام خیلی بزرگ رو برای شما تعریف میکنن، یک اتهام بزرگ رو براتون در نظر میگیرن و به واسطه اون اتهام بزرگ شما رو مجبور بکنن که چیزهای کوچکتری از اون اتهام بزرگی که بهتون منتسب کردن رو بپذیرید و به واسطه اون محکوم بشید. فراموش نکردیم همین بازجویان سازمان اطلاعات سپاه چه بلایی سر فعالان محیط زیستی آوردن. البته یک نکته کوچیکم بگم، اون فایل رو اصلاح بکنم، اینکه اون فرد میگه سید پویان حسین پور خیلی آدم بزرگی، همه جریانات توییتر دستش اینطوری نیست. اون فرد هم پادوی یک بازجوی دونپایه است در سازمان اطلاعات سپاه. اون از زاویه دید خودش بیشتر انگار میگفته. آقای کاظمی، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از ترکیه با ما.